سلام، به خط و کمان خوش اومدید. در سرزمین کهن ایران پادشاهان بسیاری بر اون سلطنت کردند، اما برخی از اونا در میان مردم محبوبیت بسیار خاصی داشتند که ناشی از اقدامات اونا و همچنین رفتار اونا با مردم سرچشمه گرفته. در این ویدیو به بررسی 10 پادشاه محبوب ایران زمین خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. کوروش بزرگ نخستین امپراتور از بزرگترین امپراتوری تاریخ یعنی امپراتوری هخامنشیانه. کوروش در زمان پادشاهیش چنان خردمند و باگذشت بود که دوست و دشمن از اون تعریف کردند. اون نخستین پادشاهیه که پس از تصرف دولت‌های بابل، ماد، لیدی و خیلی دیگه از دولت‌ها دستور کشتن مردم و ویران کردن شهرهای مغلوب شده رو نداد. اون حتی به مردم شکست خورده اجازه داد تا در انتخاب دین و کیش خودشون آزاد باشن و هیچ اجباری در پرستیدن خدای خود کوروش نکرد. اقدامات والای کوروش اون رو نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ کل جهان بسیار متمایز و محبوب از سایر پادشاهان کرده. خسرو انوشیروان یا همون خسرو یکم به گواهی تمامی تاریخ نویسان دادگرترین شاه ایران است که نام او چند سده پس از فروپاشی ساسانیان هنوز برای مثال زدن و دادگری بر سر زبان ها بود. او بزرگترین پادشاه ساسانی است و به حق به او لقب دادگر دادند. آوردن که در هنگام ساخت ایوان مدائن برخی از خانه های اطراف را از مردم خریده و خراب کردند تا برای ساخت کاخ انوشیروان مکان بزرگتری را فراهم آورند. ولی در این بین یکی از صاحبان این خانه ها که پیرزنی بود به هیچ وجه حاضر به فروش خانهش نشد، حتی با وجود اینکه ماموران شاه به او پیشنهاد مبلغ بیشتری و حتی چند برابر قیمت خانهش دادند، ولی پیرزن به هیچ وجه به خواسته آنان تن در نداد. تا اینکه خبر به خسرو رسید و چون خسرو از ماجرا آگاهی یافت، دستور داد تا پیرزن خانه را رها کرده و کاخ را بنا نهند، به طوری که دیوار کاخ خانه او را در بر نگیرد تا مجبور به خراب کردن خانه آن پیرزن نشوند. از آن پس کاخ انوشیروان در جای از آن به طور عجیبی کج شده بود و در جای دیگر به دیوار دیگرش می پیوست. پس از آن ماجرا کسی از انوشیروان پرسید که این کجی ایوان چیست؟ انوشیروان خردمندانه در پاسخ او گفت: آن کجی از راستی ماست. داریوش بزرگ، بزرگترین شاه هخامنشی، البته با احترام به کوروش، از نظر پیشرفت امپراتوری و نظامی است. او پس از رسیدن به پادشاهی و مجازات کردن گئومات مغ و دیگر شورشیان، یک سیستم پیشرفته در ایران به اجرا درآورد که همه جای اون سرزمین پهناور در داخل اون سیستم به کار مشغول بودند. اقدامات اون در زمینه لشکری و اداره کشور نشون دهنده نبوغ بالای اوست که در آن دوره نظیرش در هیچ کجای جهان دیده نشده بود. بهرام پنجم یا همان بهرام گور یکی از برجسته ترین شاهان تاریخ ایران است که در زمان او ایران به پیشرفت‌های بسیاری نائل آمد. بهرام رومیان و ترکان را شکست داد و مرزهای ایران را قرین آرامش کرد. او برای شادی مردم دستور داد تا در همه خیابان‌ها نوازندگانی قرار دهند تا آنان برای مردم آواز خواند و موسیقی اجرا کنند تا مردم با دیدن و شنیدن اون شاد شوند. درباره مرگ او مورخان اطلاعات درستی ندارند. برخی نوشتند که بهرام به هنگام شکار گور
که همیشه شکار گور مورد علاقه وی بود، از همراهان خود جدا افتاده و با اسب نادانسته به باتلاقی برو می رود و برای همیشه ناپدید می شود. شاپور دوم، پادشاهی که هنوز به دنیا نیامده، پادشاه ایران بود، به طوری که در هنگام نوزادی تاج را بر سر گهواره او آویزان کرده بودند. شاپور دوم به محض رسیدن به سن جوانی چنان نظم و سیاستی در ایران به اجرا درآورد که او را به یکی از بزرگترین شاهان ایران تبدیل کرد. خدمات بسیار او برای آسایش مردم و شکست دادن دشمنان ایران از جمله اعراب و روم از اقدامات برجسته او می باشد. مهرداد اول یا همان اشک ششم، بزرگترین پادشاه اشکانی، یکی از خردمندترین شاهان ایران زمین است که در زمان او اشکانیان به اوج قدرت رسیدند. مهرداد در میان مردم و سپاهیان چنان محبوبیتی داشت که همگی آنان را جانثار خود ساخته بود. او رفتاری بسیار مهربان با مردم شهرهای مغلوب شده داشت و هیچگاه دستور کشتن مردم شهرهای متصرف شده را به سپاه خود نداد. هرمزد چهارم برخلاف نوشته های مورخان رومی مردی بسیار خردمند و تحصیل کرده و حامی مردم مستضعف بود. هرمزد چهارم با تأسی جستن به پدرش میخواست که از قدرت بزرگان کشور بکاهد، ولی همین موضوع باعث نارضایتی بزرگان از وی شد و سرانجام او به دست برادرهای زنش به قتل رسید. کوروش کوچک. کوروش کوچک فرزند کوچکتر داریوش دوم بود که در زمان پادشاهی اردشیر دوم هخامنشی فرماندهی تمامی ایالات آسیای صغیر را بر عهده داشت و قصد داشت تا پادشاهی را از اردشیر بگیرد. او در زمان حیاتش در بین مردم آن ولایات و حتی در نزد یونانیان بسیار محبوب بود و در زمان جنگ او با اردشیر مردم همگی خواهان پیروز شدن او بودند، ولی در جنگ کوناکسا و در حین جنگ کوروش کوچک کشته شد. شاپور یکم. شاپور یکم دومین شاه ساسانی و یکی از قدرتمندترین شاهان ساسانی بود که اقدامات بسیار برجسته‌ای دارد. بزرگترین اقدام او شکست دادن والریان امپراتور روم و به اسیری گرفتن وی است که امروزه نقش آن پیروزی بزرگ که بر روی سنگی حکاکی شده بود هنوز باقی مانده است. او بنای شهر نیوشاپور یا همان نیشابور امروزی است که این نام و این شهر هنوز هم با کمی تغییر به همان نام خوانده می شود. در زمان شاپور یکم اگرچه شورش هایی در سالهای نخستین شاهی او به وقوع پیوست، ولی مردم در زمان او در کمال آرامش زندگی می کردند. داریوش سوم هخامنشی. داریوش سوم هخامنشی واپسین شاه از دودمان هخامنشیان، یکی از خردمندترین شاهان ایران بود که فقط به آسایش مردم خود می اندیشید، ولی در زمینه سیاست و جنگ هیچگاه در اندازه شاهان پیشین نبود، ولی سرنوشت مقدر کرده بود که در زمان پادشاهی او یونانیان به ایران بتازند و آن امپراتوری بزرگ و باشکوه را از بین ببرند و اگر حمله یونان در کار نبود، چه بسا داریوش سوم پادشاهی بس شایسته برای مردم ایران بود. خب دوستان، به پایان یکی دیگه از پادکست های خط و کمان رسیدیم. لطفاً با لایک و کامنت از ما حمایت کنید.